صبح 18 شهریور وقتی محمد رضا لطفی برای تمرین گروه شیدا پا به ساختمان رادیو گذاشت، نیروهای مسلح گارد در محوطه رادیو مستقر شده بودند. لطفی به اتاق سرپرست واحد موسیقی رفت تا استفاده دهد. هوشنگ ابتهاج از او خواست تا همه با هم استفاده دهند. نامه استعفا به خط محمد رضا شجریان نوشته شد. چند هفته بعد اعضای گروه های شیدا و عارف رادیو کانون فرهنگی و هنری چاووش را راه انداختند. موسیقیدانانی که تا دیروز رادیوی رسمی کشور رسانه هنرشان بود، امروز به براندازی نظام سیاسی فرا می‌خواندند. خون هموطنان بر آسفالت میدان ژاله طبقه متوسط را از اسب تروا بیرون آورده بود. ژاله بر سنگ افتاد چون شد، ژاله خون شد. خون چه شد، خون چه شد، خون جنون شد. ژاله خون کن، خون جنون کن. سرزند زین جنون باش گون کن، ژاله خون کن. در مرحله اول آوازها را گروه کر می‌خواند تا کسی شناخته نشود. اعضای گروه شیدا هم اغلب در زیرزمین خانه لطفی تمرین می‌کردند. اما دو ماه نگذشته شجریان دیگر واهمه نداشت که با صدای خود دعوت به مسلح شدن کند. موسیقی دستگاهی ایران سابقه سیاسی دیرینه‌ای دارد که به هم نسلان عارف قزوینی برمی‌گردد. با این حال پس از مرداد 32 این موسیقی هر روز بیش از پیش غیر اجتماعی و غیر سیاسی شد. رواج این موسیقی بزمی و تفریحی دستاورد نظام غیر دموکراتیک اما به لحاظ اقتصادی موفق پهلوی بود. این حال دیری نپایید که علیزاده و لطفی توانستند ایده های خود برای جایگزین کردن موسیقی بزمی رایج با نوعی موسیقی رزمی را جامعه عمل بپوشانند. سال 56 علیزاده قطعه حصار را برای زندانیان سیاسی ساخت. اما شرایط در آستانه و پس از پیروزی انقلاب 57 برای بسیاری از موسیقیدانان بیش از حد سیاسی بود. سعی می‌کردم هر چی می‌تونم خودم از سیاست دور بکشم. اما خب اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن. اصلا چیز عجیب غریبی بود انقلاب. و بعدم می‌دیدم اصلا سیاست پدر مادر دستوری نداره. آذر 58 گروه شیدا در دانشگاه ملی شاهکار خود سپیده را اجرا کرد. شب اول روی دیوارهای تالار شعارهایی از سازمان جوانان دموکرات وابسته به حزب توده به چشم می‌خورد. دیدیم نه اصلا مار داریم میریم ببخشید داریم میریم توده‌ای میشیم. گفتم آقا بچه‌ها خداحافظ شما برید شما من نیستم. من نیستم. اصلا سه سال ارتباط ما با تمام هنرمندان قطع کرد. از سال 58 تا 60. شجریان به تدریج از چاووش جدا شد و گروه شیدا از آن پس سپیده را با خواننده‌ای جوان‌تر اجرا کرد. سپیده اما همچنان با صدای شجریان جاودانه است که اجرایش در همان کنسرت جنجالی دانشگاه ملی کاملا تصادفی ضبط شده و در اختیار ماست.